الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله. بعضی از کسانی که مفکورهای کمونیستی و دهری داشتند در انقلاب 57 در گوش مردم میخواندند که ولی دین اسلام برنامه ای ندارد، میگفتند که اسلام برای برنامه هایی ندارد برای اقتصاد شما، دین اسلام فقط نماز خواندن هست، علما فقط ختم قرآن بخوانند سر قبرستان بروند، بیایید که ما برای شما داد بدهیم. اینطور از هر چیزی که از طرف روسها برایشان القا میشد اینها را برای مردم میرساندن که ولی ما برای شما برنامه داریم. این قرآن کتابی است که فقط برای ختمهای قرآن به درد میخورد، برای فاتحه ها به درد میخورد. و بعضی از سکولارها در این عصر و زمان آمدن امریکایی ها در افغانستان میخواستن این موضوع را رنگ بو بدهد که بله دین اسلام برنامه جامعه برای شما ندارد، مثل که امروز گفتم عرض کردم خدمت شما، حتی در ارگ ریاست جمهوری کسای صدای خود را بلند میکند که اسلام برنامه برای اقتصاد ندارند. اقتصاد چیگونه باشه اسلامی باشه؟ فقط هم یک جمله از پیششان مانده که آب و هوا چه قسم باشه اسلامی باشه، دیگه خو هیچ پاسخ نداره. او کسانی که شما میگید اسلام اقتصادی ندارن، شما چی کار کردی؟ شما 20 سال از کدام اقتصاد را به وطن آوردید؟ در بدر کردید ملت را. نه میتواند کسی داخل بازار 100 افغانی را داخل جیب خود داخل بازار نمیتواند ببرد، تو میخوای به اقتصاد اسلامی بی حرمتی بکنی. تو از یک شهر به شهر دیگر مردم نمیتوانند بروند، چور و چباول عالم را گرفته است. و امروز میاند میگن که اسلام برنامه برای اقتصاد ندارد، نه نسبت به شما که اسلام کلا برنامه ندارد، چون نمیشه برای شما برنامه ریزی کردن. این جیب ها پر شده، کیسگونی ها پر شده، بانک ها پر شده، برای شما برنامه اسلام نباید داشته باشد، نمیشود برای شما. این بیچاره ها کاش که از پول جمع کردن فارغ میشدن، کاش که از چور و چپاول کردن فارغ می شدن، حداقل یک فکر می کردن، آیات و قرآن را یاد می گرفتن. اینها وقت می کردن از این که مغزشان شستشو شده است و منتظرن که از اروپا و امریکا و روسها چه تلفنی برایشان بشود. این وقت خود را اینا، ای کاش که این وقت خود را برای تعالیم اسلام سپری می کردن، ای کاش این بیچاره ها حداقل وقت می کردن، اگر ایمان به قرآن به واقعیت نداشتن، اگر اعتقادی به قرآن نداشتن، حداقل با خود مطالعه می کردن، حکومت های اسلامی را بررسی می کردن. تا زمان امپراتوری عثمانی، تا آمدن اتاترک در کشور ترکیه، حرف اول را در جهان اسلام زد، بلندترین خلافت را در دنیا اسلام داشت، بلندترین نظام را در دنیا اسلام داشت، بینی زورمندان و ظالمان را اسلام به خاک مالید و اسلام بود که عدالت را در زمین جاری کرد، اسلام بود که حقوق مساوی را در میان مردم آورد، اسلام بود که زن را از زنده به گور کردن نجات داد. زنی که در میان جامعه قبل از اسلام به عنوان یک حیوان با او برخورد می شد، این زن را مادر قرار داد که بلندترین عزت الجنت و تحت اقام الامهات، زن را همسر قرار داد که پیامبر می فرماد بهترین شما، خوش اخلاق ترین شما با همسر هستید، زن را دختر قرار داد که پیامبر می فرماد هر کسی دختران خود را اکرام بکند، اینطور فرمود در کنار من در بهشت هست. اینها کاش مطالعه می کردن، می دیدن گنج گرانبهای بشری را که همان قوانین اسلام هست. اینا باید مطالعه می کردن، اینا مطالعه می کردن اجرای حدود الله را بر زمین الله، که در زمان حکومت های اسلامی بدون ای توپ و تانک امروز، بدون امنیت ملی و فلان و فلان و فلان، دزدی در بازار پیدا نمی شد، شرابخوری پیدا نمی شد، زناکاری پیدا نمی شد، عدالت در دنیا اجرا شد. اونا کاش این چیزها را مطالعه می کردن، کاش از اسلام آگاهی می داشتن. لذا الحمدلله هیچ کوتاهی در مسائل اسلامی نیست. ما در مسائل حقوق زنان بلندترین دستاورد را نظام اسلامی دارد، در مسائل اقتصاد بلندترین دستاورد را حکومت‌های واقعی اسلامی دارد. هر کشوری که او واقعا به مسائل اسلامی عمل کرده است به دستورات اسلامی، بلندترین اقتصاد را در دنیا دارن، امروز هم حتی دارن. و او کشورهایی که متاسفانه مفکورهای سکولاری را آوردن در کشورهای اسلامی ادغام کردن و 4 تا برده را روی چوکی نشاندن،
نه دنیایشان درست شد نه آخرتشان. او تاریخ شما تمام شد که در گوش مردم بعد از انقلاب 57 میخواندید که اسلام برنامه نداره. تاریخ شما ختم شد. شما به دیگه به زباله‌دانی و اشغالدانی تاریخ افتادید. خلاص دیدم و این اسلام است که امروز حرف اول را میزند. امروز جوانان مسلمان است که حرف اول را میزند. امروز ریش سفیدان متدین است که حرف اول را میزند. امروز حرف اول را اهل دین میزند. دیگه تاریخ شما ختم شد. نتوانستید برای ملت برنامه دهید. نه شرقی ها توانستن نه غربی ها. پس نه شرقی و نه غربی. نظام اسلامی باید در اینجا.